خانم ها، آقایان، عمیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان عجبان، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همکنون که من با شما صحبت میکنم، عمیهنان عجبان، به وقت میهنمون باستی ساعت 8 بامداد باشه و روز اول ماه مه هست، روز جهانی کارگران. از مدت‌ها قبل کارگران درخواست کرده بودند که به اونها اجازه راهپیمایی داده بشه. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، ابتدا به اونها گفتن در حال مطالعه هستیم. یکی دو تا از روزنامه‌نگاران و نمیدونم سایت‌های طرفدار رژیم، از جمله سایت تابناک متعلق به شارلاتان بزرگ محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، اعلام کرد که بله، برادران کارگر طبق قانون اساسی جمهوری مقدس اسلامی حقشونه که در تظاهرات اول ماه مه، روز جهانی کارگر، شرکت کنن. و بعد خلاصه این بازی هایی که در جمهوری اسلامی خیلی متداوله، بالاخره اعلام کردن به کارگران که شما میتوانید در ورزشگاه شهید معتمدی که حدود مثلا 3-4 هزار نفر جمعیت جا میگیره در جنوب شهر نزدیک میدان شوش، حالا این شهید معتمدی هم گویا در جنگ ایران و عراق میگن شهید شده، برید در اونجا و تظاهرات کنید. با وجود این، من تصورم این هست که اگر هم این کارگران میرفتن در اونجا، قبلا این ورزشگاه شهید معتمدی رو پر میکردن از چماقدارای خودشون و کارگران حقیقی وقتی میرفتن اونجا میدن سالن پره و شعارام خب معلوم بود، تا جان در بدن ماست، نمیدونم خون در بدن ماست، نمیدونم جانم فدای رهبر، از این بازی ها دیگه، از این مسخره بازی ها. این شعاراشو بود. اما شما میدونید که در همه جای جهان روز اول ماه مه تعطیله، روز کارگر. اون اوایل جمهوری اسلامی، این 2-3 سال اول، اینا گفتن روز جهانی کارگر تعطیله، بعد وصف کردن به روز نمیدونم تولد آقای مطهری، حالا چه ارتباطی، هیچ دخلم وار با قول همشهری آذری ما. بعد از اونم اصلا گفتن نه خیر آقا، این روز اصلا با به دلیل سال کبیسه و نمیدونم سال به قول روزنامه های روزنامه که طنزش کردن خبیسه و اینا، خلاصه حذف کردن روز تعطیل اول ماه مه رو. اما چه روز اول ماه مه همیهنان گرامی؟ طبق آمار مرکز آمار ایران که من دارم براتون عینم میخونم، در سال 1390 بیش از 1 میلیون کارگر در جمهوری اسلامی از کار بیکار شدن. درست شنیدید، طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 1390، یعنی سال گذشته که آقای احمدی نژاد گفته بود ما 1,700,000 کار ایجاد میکنیم و در سال 1391، یعنی این سالی که الان توشیم، 2,500,000 کار درست میکنیم. و همین چند وقت قبل بود گفت من میخوام کاری بکنم که رئیس جمهور بعدی اصلا خودشو دیگه زحمت نندازه، راحت بیاد بشینه و از یک مملکت گل و بلبل به معنای واقعی استفاده کنه. بیکاری از بین رفته. یه روز گذاشتم اتفاقا صحبت احمدی نژاد رو در برنامه‌ام گذاشتم،
بیکاری از بین رفته، یارانه ها تقسیم بشه، بیمه برای همه، همه اینا رو گفت، جلو دوربینم گفت. حالا طبق آمار معلوم شده 1 میلیون نفر در سال گذشته نه تنها کار ایجاد نشده، بیکار شدن. همین امسال ابتداشم من گفتم در برنامه 100,000 نفر از کارگران بیکار شده. خب این کاملا طبیعی همیهنان گرامی. حالا اگر اینا تصورشون اینه که با این اراجیف میتونن مردم رو گول بزنن، اون که مشکل خودشونه. و یعنی حساب دو تا چهارتاست. وقتی که در یک کارخانه مواد اولیه وجود نداره که شما باید از خارج وارد کنید و تحت تاثیر تحریم ها هست، بعدم حالا تحریم هست، قبلش هم مسئله دزدی آقایون بود. اینا بسیاری از کارخونجاتو از گفتن طبق ماده 44 نمیدونم فروش کارخانجات به کارخانجات ملی کردن، به آدمای به اصطلاح دستگاه‌های غیر دولتی. تأثیر این کار اینه که دولت دستش رو از رو کارخانجات برمی‌داره و بین صاحبان کارخانه‌ها مسابقه به وجود میاد، رقابت به وجود میاد برای بهتر کردن محصول، برای توسعه کارخانجات و از این حرفا. هیچ، به محض اینکه اینو اعلام کردن در یک کشوری که رژیم فاسده، عمیانانی گرامی، خب باید اینطوری باشه دیگه. یه آدمی اون بالا نشسته که فاسده، دروغگوه، و یه عده عرازل و اوباش هم دوره برشن دروغگوه. خب اینه مملکت. حالا بلافاصله یه عده از سپاه و نمیدونم ناجا مربوط به نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی اومدن به عنوان کسانی که دولتی نیستن، یعنی تعاونی‌های اینا اومدن این کارخونجات خریدن و در اختیار یه عده‌شون هم به اسم این که بله ما شخصی هستیم، اومدن کارخونه‌ها رو خریدن، کارگرها رو بیرون کردن، دستگاه‌ها رو پیاده کردن، زمین کارخونه‌ها رو فروختن. در نتیجه حدود 1400 کارخانه طبق آمارایی که دادن، 1400 کارخانه کارگراش بیکار کرد و کارخانه ها از بین رفت. که خود مرکز به اصطلاح آمار ایران گفته در 30 سال گذشته این تعداد بیکاری بی‌نظیر بوده در جمهوری اسلامی. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با توجه به میزان تورم برای حفظ سطح زندگی حقوق کارگران، باید 170,000 تومان دیگر، یعنی کارگرایی که حالا باقی موندن، افزایش پیدا کند. اما دولت فعلا با پور یارانه ها سرگرم یارگیری و رای جمع کردن است برای دور آینده ریاست جمهوری. خوشتون اومد. پول کارگرانو میگن اگر تازه 170,000 تومان اضافه بکنن، الان چون خودشون اعلام کردن کسانی که حقوقشون زیر 1,000,000 تومان هست زیر خط فقر هستن، حالا اگر 170,000 تومان اضافه بکنن و اون 45,000 تومان هم که بابت یارانه ها به هر کدوم از افراد خانواده تعلق میگیره اینا رو هم بدن، تازه کارگران زیر خط فقر هستن. حالا تو این شرایط مقام معظم روزخان بزرگ در بازدیدی که از کارخانجات تولید دارو پخش کرده، همین دیروز یه سخنرانی کرده، گفته هر کس اگر بره از بانک ها وام بگیره و این وام رو برخلاف اون چیز پیشنهاد کرده در جهت دیگری خرج کنه، خیانت کرده، خیانت در امانت کرده و حکم اینم در اسلام اعدامه. این آقا گفت. اما این جالبه که میدونید شما 3,000 میلیارد تومان یعنی 3.5 میلیارد دلار اون موقع به پول اون موقع، اینا پول رو هپومیل کردن رفتن دادگاه. در دادگاه معلوم شد که بیشتر کسانی که این پول رو هپومیل کردن از عوامل دولت احمدی نژاد بوده. احمدی نژاد اومده در یک
جلسه‌ای که گویا مربوط به ترفیع نمیدونم کار در ادارات دولتی بوده که همشون هم بودن، گفته این خنده داره که رئیس یه بانکی که بیشترین فساد در اونجا بوده الان ایشون حتی صداش نه، یعنی آقای جهرومی میگه ایشون رو ازش تحقیق هم نکردن، ولی کسانی که حدس میزدن اینا رو آوردن جزء لیست کسانی که در دادگاه باید باشن. ولی این جالبه همینه گرامی، آقای جهرومی یکی از کسانی است که دست آقای جنتی اون عمجنی کوتوله روی سرشه و آقای جنتی هوای ایشون رو خیلی داره، بنابراین اگر تمام 3 میلیارد هم ایشون دزدیده بود دستگاه قضایی مقدس جمهوری اسلامی مطلقا کاری به کارش نداشت. حالا احمدی نژاد هم همینه میگه، میگه آقا تمام فساد زیر دست این بود، البته دروغ میگه، چرا اینه کارش نکردی؟ حالا یکیشون که در رفت اون کسی بود که گفتن مقامات عالی رتبه نظام بهش گفتن آقا برو، آقای خاوری، محمود رضا خاوری رفت. عده میگن این از نورچشمی های مقام معظم رهبری بود. حالا چقدر از این پول داده اینا معلوم نیست، ایشون رفت. در پرونده که بهش دارن رسیدگی میکنن میگن 12 میلیون دلار، ببخشید 12 میلیون، اجازه بدید ببینم دلاره چون شک کردم، آقای 12 میلیارد تومان، بله. میگه که یه نفر از اینا که 12 عضو بانک ها بوده، ببینید چه خبری مملکت، 12 میلیارد تومان این آقا رشوه گرفته، آوردیمش در مرحله بازجویی، بازجو ازش پرسیدن که آقا تو 12 میلیارد تومان رشوه گرفتی کار این آقایون درست کردی، این پول کو؟ فوری به خانوادهش گفته 6 میلیارد آوردن تحویل دادن، 6 میلیارد آوردن فوری در عرض مثلا 16 ساعت تحویل دادن، بقیهش هم گفتن میدی. البته این آقای رئیس قوه قضاییه میگه. بعدم میگه که آقا تمام این آدمایی که مثل اختاپوس در تمام این دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها وجود داشتن و خیلی هم جلسه میذاشتن و میرفتن دیزی میخوردن در یک رستوران گران قیمت، اینا رو آقای رئیس قوه قضاییه گفته. و من تصورم میدونی چیه همینان گرامی، اینه که اینا با این شلوغ بازیاشون، با این مزخرفاتی که دارن هی تو اینا رو تو روزنامه ها نوشتن، دارن مردم رو به کلی از اصل قضیه دور میکنن. حالا میخواستم اینو بگم، آقای خاوری در رفت، آقای جهرومی اصلا نخواستنش، یه در آوردن تو دادگاه، تو دادگاه اعلام کردن که یکی از اصلی ترین مهره ها هفته گذشته تصادف اتومبیل کرد مرد، نه اسمشو میگن نه مشخصاتشو میگن، فقط گفتن جعبه سیاه این جریان که پیش یه آدمی بوده اون آدم مرد، تصادف کرد هفته گذشته مرد. خوشتون اومد؟ درست مثل جریان آقای سعید امامی، گفتن قتلای زنجیره‌ای زیرسر ایشون بوده، آقای سعید امامی توی زندان گفتن با واجبی خودش کشت، بنابراین اصل مسئله رفت. آقای خاوری که در رفته کسی دیگه ای وجود نداره، گفتن اینایی هم که آوردن گفتن اینا کسایی بودن که پولا رو گرفتن، ولی اینی که کیا پولو دادن گفتن یکی در رفته یکی هم تصادف کرد مرد، تموم شد. اما همینانی گرامی بس بر سر اینه که احمدی نژاد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، سردار علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، اینا هی میگن ما داریم با فساد در مملکت مبارزه میکنیم، احمدی نژاد میگه اگه شما میخواییم با فساد مبارزه کنیم باید فلانی و فلانی رو بگیرید، او میگه که ما اینو گرفتیم برای مبارزه با فساد، باید همه اینا رو میگن، ولی به اصل مسئله مرتبا میگن که مقام معظم رهبری روی مبارزه با فساد خیلی پافشاری میکنن. اتفاقا اون چیزی که باید وجود داشته باشه اینه که خود مقام معظم رهبری یعنی خود رئیس روزخانه ها اصل فساد خود اونه،
قوم الفساد ایشونه، برای اینکه در مملکتی که همه کارا تحت نظر یه نفره، آدمی که مطلقه روزخان معمولی 10 تومن میگرفته کفش شلوارش میکرد تو پوتینش روزه میخوانده، حالا همه مملکت رو در اختیار این آدم گذاشتن، نتیجهش اینه که سر مسئله فعالیت‌های اتمی کارشون به اونجا میرسه که در اولین جلسه که در استانبول میذارن، همین هفته گذشت، 2 هفته پیش، رؤسای هیئت‌های نمایندگی که درس کرده حرفاشون، یعنی خانم اشکون و بقیه‌ای که جزء کشورهای 5 به اضافه 1 بودن، الان چند تا روزنامه اسرائیلی و چند تا روزنامه غربی نوشتن متن مذاکرات، که یه مقدارش البته همشون، همه اصرار هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی این بوده که الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، این مسئله تحریم نفت رو بردارید. این آقایونی که میگن ما توانستیم کمر غرب خورد کنیم و در داخل هم تبلیغاتشون اینه، بله این رؤسای 3 قوه مملکت، قضاییه و مقننه و مجریه، آدم هضم میکنه این قیافه رو نگاه کنه، به به نگاه کنه، هر 3 دارن میخندن، حالا به ریشه کی نمیدونم. اما این جالبه که در داخل سعی میکنن به مردم بقبولونن که ما در تمام جبهه ها پیروزی داریم و این ماییم که غرب و وادار به عقب نشینی کردیم و این ماییم که غرب و وادار کردیم تمام پیشنهادات ما رو قبول بکنه، ولی در خارج در مذاکرات اینقدر اظهار عجز و لابه میکنن که آقا شما این تحریم های راجع به نفت و این تحریم های که نمیدونم اقتصاد مملکت باری بیره، چون دیگه تموم شده، اینا تحت هیچ شرایطی نمیتوانند با این تحریم های کمرشکن یه مملکتی رو با این شرایط ورشکستگی نجات بدن، با اون دزدیا، با اون دزدیا. 33 سال آزگار همیهنان گرامی، یه عده گرسنه، یه عده گرسنه و جداصفت. شما فکر کنید آدمایی که برای یک غذا خوردن همدیگر رو تکه پاره می‌کردن، حالا یک خانه گسترده به بزرگی میهن ما افتادن رو این خان و چپاول دارن میکنن و سیر هم نمیشن، تازه مزه پول فهمیدن، در حالی که میلیون ها هموطن ما در خارج از کشور موقعی که فرار کردن از اون مملکت به اجبار در فقر و بیچارگی زندگی کردن، همشون که پول نداشتن، تا توانستن یواش یواش ولی فکر داشتن، ولی تکنوکرات بودن، با سواد بودن، با شعور بودن، توانستن از اون اول در سنین بالا زندگی رو دوباره بسازن، آمدن بالا. اما در داخل مردم میهن ما در فقر و بیچارگی با کمال مظلومیت قرار گرفتن و این اراذل و اوباش همینطور چپاول میکنن و جنایت میکنن برای حفظ این چپاولشون. بعد میگن شما چرا اینقدر اینا رو تکرار میکنید؟ من درست اون شبهایی که برنامه دارم چیزایی رو تکرار میگم که مربوط به داخل شاید عده زیادی در کانادا، در استرالیا و در آمریکا ندونن اینا رو. من از داخل میگیرم این خبرها رو میدم. و صبحا که برنامه دارم که همیهنان ما در ایران و اروپا و اینجاها برنامه رو نگاه میکنن، سعی میکنم مطالبی رو بگم و مطالبی رو بهش اشاره بکنم که کسانی که در داخل ایران هستن اجازه شنیدن اونا رو ندارن. بریم ببینید چه کردن همیهنان گرامی. من بعضی وقتا کسانی که از ایران میان و زنگ میزنن به من یا اینجا همدیگر رو ملاقات میکنیم، اینا به من میگن روز به روز اینا مردم رو بیشتر تحت فشار قرار میدن برای اینکه کمتر اطلاعات خارجی رو کسب کنن، کمتر به تلویزیون ها و رادیو های خارجی توجه کنن، کمتر بفهمن که در مملکت خودشون چه اتفاقایی داره میفته، برای اینکه اینا مجبورن این دروغ ها رو بگن در داخل برای یه درازل و باش دوره برای خودشون و به مردم ما هم حقنه بکنن که آقا وضع عالیه،
این غربه که داره شکست میخوره، التماس میکنه به ما که آقای خامنه ای بیان شما علاوه بر اینکه رهبری اونجا رو گرفتین، رهبری دنیای غرب هم بگیرین. ما اوباما و خانم مرکل اینا همه رو میریزیم دور، شما رهبر ما بشو. شما که توانستی یک بهشتی در اون منطقه به وجود بیاری، نمیگذارن یک کم مسقالی این خبرهایی که مربوط به خارجه از طریق کامپیوتر که تمام اینترنت و اینا رو که اصلا دیگه قابل استفاده نیست. شما میبینید که یه آقای از ایران اومده بود بیرون به من میگفت هر روز حمله میکنن به یه ناحیه و این دیشا رو برمیدارن، ولی مردم دوباره میخرن، دوباره مردم با ابتدایی ترین وسایل دیش درست میکنن برای اینکه بفهمن خبرها رو، برای اینکه گوش کنن به خبرها، چون میدونن اون خبرها که اونا میگن دروغه. و هر چند وقت یه دفعه هم سعی میکنن اتفاقاتی بیاد تو مملکت بیفته که توجه افکار عمومی رو به اون چیزا جلب کنه. یوهو ناگهان در حالی که مشغول التماس کردن به غرب هستن برای مسائل اتمی، یوهو شما میبینی آقای احمدی نژاد میره ابو موسی، بعد همه توجه مردم میاد بره اونجا. برای اینکه مردم ما مردم بیرگی که نیستن، که مردم ما برعکس زمامداران که ارق ملی ندارن میهن پرستن، از وجب به وجب خاکشون دفاع میکنن. مردم اگر اینا بازی دارن، آقای احمدی نژاد میره زیر تابلوی خلیج عربی میشینه، مردم ما خلیج فارس رو همیشه خلیج فارس میدونن و این سه تا جزیره رو همیشه جزایر ایرانی میدونن، ولی رژیم تو این بازی های ایرانی بازی در میاره، یعنی بگی که ما طرفدار مردم ایرانی اینجور جاها، اون حرکت های ناسیونالیستی به وجود بیاره، به اصطلاح ارق ملی رو در مردم بیدارتر بکنه و حواس مردم متوجه جریان دیگه بکنه. تازه همین کار رو هم که میکنه وسطش جلوگیری میکنه. آقای شهرام همایون و همین تلویزیون های لس آنجلس، رادیوها، من نمیدونم چند تا رادیو، ولی میدونم آقای همایون رو میدونم این کار کرد، دعوت کردن از مردم برین جلوی سفارت امارات متحده عربی تظاهرات کنید. مردم رفتن که جلو اونا رو گرفتن، جلو مردم رو گرفتن. خب شما که میگین آقا این سه تا جزیره حق ماست که حق ما هم هست، شما که میگین خلیج فارس خلیج فارس همیشگی بله هست، چرا نمیذارید مردم تظاهرات کنن؟ برای که میترسن. دیروز عده زیادی ریختن تو خیابونا جلوی سفارت امارات متحده عربی، پلیس رو نمیدونم مامورین امنیتی اومدن مردم متفرق کرد نذاشتن، برای که دروغ میگن. برای اینکه اون حرکتهایی هم که میکنن حرکتهای به دروغه نه واقعی، میخوان سر مردم گرم کنن. حالا یه چیز دیگه براتون بگم، اومدن گفتن آقا میخوایم آب دریای خزر رو بیاریم به فلات مرکزی، میخوایم بیاریم کبیر رو آباد کنیم، هفت استان آباد کنیم. گفتن عجب کار خوبی، خب چجوری؟ گفتن اینقدر آب میاریم شیرین میکنیم، حرفای صد تا یغاست. حالا این جالبه، یه مقداری آبم از دریای عمان میگیریم، اونم میاریم. حالا اون کسی که طراح این طرح بزرگ بوده، قرار بوده آب دریای خزر، دریای مازندران بیاره به هفت تا استان ایران رو آباد بکنه با این آب و آب دریای عمان رو، ببینید چی گفته. آقای غلام علی خیاط خلقی، فردی که رسانه ها از او به عنوان طراح ایده انتقال آب دریای خزر به کبیر یاد کرده اند، اینجا رو گوش کنید خواهش میکنم، در مصاحبه با هفته نامه آسمان گفته است که علاوه بر پروژه انتقال آب خزر، پروژه دیگری را که از حیث اندازه و فراگیری از این پروژه هم عظیم‌تر است و هدف آن مهیا کردن مقدمات ظهور آقا امام زمان است، در دست عمل است. اینجاست که آدم به عقل این مردکی که اومده این کاری کرده، احمدی نژاد هم اومده کلنگشو زده، شک میکنه.
گفته اون پروژه آبو که دیدید که ما گفتیم که آب دریای مازندران میبریم به 7 استان و آب دریای عمان هم میاریم، اما یک پروژه مهمتر داریم از این پروژه و اون اینه که داریم وسایلی درست میکنیم، یعنی جاده‌ای داریم سازیم که ظهور آقا امام زمان رو آسان میکنه و اون پروژه عظیمتر از این پروژه است. من نمیدونم اینا میخوان چی کار کنن همین الان، ولی خب آخه آدم چی بگه به اینا؟ آخه شما تصور بکنید یک پروژه که عظیمتر از این پروژه است، این پروژه همه رو میخندن بهش، میگن آقا امکان نداری همچی چیزی. حالا چجوری اینا میخوان این پروژه آقا امام زمان رو پیاده کنن؟ من نمیدونم. آخه نگاه کنید تو رو بخدا، یک باران اومد تو تهران، تمام تهران رو سیل گرفت، متروی تهران هم از کار افتاد. حالا اینا میخوان برن طرح نمیدونم آب دریای خزر رو درست کنن و دریای عمان رو، و حالا هم که میگن یه طرح عظیمتر داریم. میگه که حالا آخرش گفته وی درباره ماهیت پروژه جدید تنها به این نکته بسنده کرده که این طرح در واقع با سازی بافت‌های اطراف حرم امام رضا و چند پروژه عظیم دیگر است. حالا اینا چه ارتباطی با آقای امام زمان داره؟ من تصور میکنم که این آقای خلقی رو، آقای غلام علی خیاط خلقی، ایشون رو باید یه دکتر ببرن. اگه ندارن ما اینجا داریم، آقای دکتر هولاکویر بپرسیم یه معاینه از ایشون بکنه، یه خورده با ایشون حرف بزنه ببین آقا ایشون عقلش درسته. آخه همچی چیزی من نمیدونم چی بگه آدم راجع به اینا واقعا. بله ایشون گفتن که یه خبر خوش دیگه به آقایتون برسونم، رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری گفته که 49 فروند هواپیمای مسافربری زمینگیره، از سرویس های هوایی ما جدا شده، برای اینکه نه بودجه شو دارن نه وسائل به اصطلاح تعمیرات این هواپیما ها رو دارن. 49 هواپیما، تازه اونایی هم که بلند میشن به امید خدا حالا نشستنشون چجوریه که اگه منفجر نشن. دل آدم دلش برای واقعا این مردم میسوزه که چاره ای ندارن، میبینن اینا اینقدر خطرناکه این هواپیما، ولی چه چاره ای دارن؟ مجبورن برن سوارشن. حالا 49 تا از این فرمانی هواپیما ها دیگه ببین اونا دیگه که اصلا قابل اطمینان، این چیه دیگه؟ اینا رو اجازه ندادن که دیگه پرواز کنن، برای اینکه احتمالاً گویا وسایل اینا رو بشتن زدن به وسایل اون هواپیماهایی که دیگه نمیتونستن اونا رو درست کردن. این 49 تا حالا فقط لاستیکاش مونده، بقیهش رو مصرف کردن. خب همینانان گرامی، اما قبل از اینکه با دکتر دانش صحبت بکنم یه مسئله جالبی رو با آگاهیتون برسونم. همینانان گرامی، دولتی که ادعا میکنه داره با خرافات مبارزه میکنه و اصولا با خرافات مخالفه، همه این آخوندا میگن، همه اینا که خودشون مربج خرافات هستن. داشتم کتاب خاطرات آقای ریشهری، اون جانی معروف رو که عده زیادی از همیهنان ما، حالا فرق نمیکنه از چه سازمانایی، چپ و راست و توده‌ای و نمیدونم چپ مستقل و ملی و سلطنت طلب و این مردک، دستش به خون همه اینا آغشته است. این آقای ریشهری جانی درجه یعنی مثل بقیه دیگه، در خاطراتش یه چیزی جالبی نوشته که میخواستم امشب براتون تعریف کنم. نوشته که یک روزی آقای دوری نجف آبادی گویا، بله، به من گفتش که شما با آقای محقق رفسنجانی صحبت کردید. گفتم که ایشون آقای محقق رفسنجانی یکی از مدرسین مدرسه عالی سپهسالار. میگه من گفتم، یعنی آقای ریشهری میگه، گفتم نه. گفت ایشون یه خبری برای شما داره. میگه آقای محقق رفسنجانی اومد به من گفت آقای ریشهری خواب دیدم شما، آقای مهدوی کنی و آقای بهشتی
در خطر ترور هستید. گفتم خب امیدوارم که این خواب شما تحقق پیدا نکنه. گفته اگر میخواید تحقق پیدا نکنه باید نماز آقا امام زمان رو بخونید. میگه من بلافاصله شروع کردم خواندن نماز آقا امام زمان. با آقای مهدوی کنی هم گفتم، ایشون هم خوندم. زنگ زدیم به آقای دکتر بهشتی. آقای دکتر بهشتی گفتم برادران این حرفا چیه میزنید؟ من از صبح که بلند میشم در راه آقا امام زمان فعالیت میکنم تا شب، دیگه چه نمازی بخونم؟ و همین این باعث شد که من و آقای مهدوی کنی کشته نشدیم، ترور نشدیم، ولی شهید بهشتی رفت چون نماز امام زمان رو نخوند شهید شد. شما فکر کنید این مردکی که این حرفا رو میزنه جان صدها هم میهن ما در دست این بوده. بعد آدم عقده‌ای که میگه پدر من نانوا بود و ما 12 نفر خانواده خودمون در حدود 8 تام خانواده عمه من در یک خانه 2 اتاقه زندگی میکردیم و پدر من به شدت خشم بود و ما رو تنبیهات بد میکرد. خب شما با این کمپلکس ها میخواین اینا رحم داشته باشن؟ دکتر دانش سلام. سلام آقای فرشتی. خوب هستی؟ بدون. خب دکتر دانش اول شروع کنیم. یه گزارشی رو من میخوندم راجع به تبلیغات که الان داره در مورد ریاست جمهوری در فرانسه صورت میگیره و گویا جزو افشاگری که در فرانسه در مورد آقای سرکوزی داره میشه. یکی هم اینی که میلیون ها دلار ایشون در زمانی که آقای قذافی زنده بوده از آقای قذافی پول میگرفته بابت فعالیت های انتخاباتیش، نمیدونم چیشی، و این الان رو شده. این موضوع چیه؟ شما هم شنیدی؟ ببینید یک آژانس اینترنتی است به نام میدیا پارت فرانسوی که این گزارش داده که آقای سرکوزی در انتخابات 2007 در زمان مبارزه انتخابات 2007 از قذافی 50 میلیون یورو کمک انتخاباتی گرفته. 50 میلیون یورو. یه قذافی اینو در واقع به سرکوزی داده. البته سرکوزی اینو تکذیب میکنه، میگه دروغه. و جالب اینه که موسا کوسا رئیس سازمان امنیت قذافی که بعداً رفت لندن، و بعداً از لندن هم جرئت نکرد در لندن بمونه، فرار کرد به قطر. در قطر در واقع در قطر زندگی میکنه، در اونجا پناهندگی گرفته. خب قطر هم که میدونین که در واقع شورشیان قطر حمایت میکرد از لیبی و اونم میگه که واقعیت نیست. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع بعد از انتخابات و انتخاب شدن آقای سرکوزی اولین کسی که دعوت میشه به پاریس آقای قذافی است و در کاخ الیزه از اون پذیرایی میشه و حتی آقای سرکوزی اجازه میده که در کاخ الیزه چادر خودش بزنه، یعنی در چمن خود کاخ الیزه آقای قذافی چادر خودش رو میزنه و چنین روابط نزدیکی با سرکوزی داشته. و جالبتر این که حتی در پاییز 2010، یعنی 2-3 ماه قبل از اینکه جنبش مردمی در لیبی شروع بشه و قذافی و سرکوزی بر علیه قذافی در ناتو، در واقع در ریاست ناتو قرار بگیره، در ریاست در واقع بمباران فرماندهی جنگ رو به عهده بگیره، حتی پیمان استراتژیک میخواسته با قذافی امضا بکنه. پیمان استراتژیکی که در این پیمان آمده و اینه یکی از رؤسای انرژی اتمی فرانسه اینو در واقع امروز افشا کرده که قذافی در اواخر 2010 میخواسته به قذافی راکتور اتمی بده و فرانسه سرکوزی، معذرت میخوام، سرکوزی به قذافی راکتور اتمی بده و در واقع پیمان استراتژیک باش امضا بکنه و مضاف بر اون هواپیماهای ایرباس میخواسته بده و هواپیماهای جنگی دیگری میخواسته به قذافی بفروشه که موفق نمیشه. ولی جالب اینه که بعد از اینکه سرکوزی و فرانسه در رأس نیروهای ناتو به لیبی حمله میکنن، سیف الاسلام بلافاصله در سال 2011 چنین میگه که ما در سال 2007 به قذافی کمک‌های مالی زیادی کردیم به سرکوزی. پسر قذافی سیف الاسلام میگه که ما به سرکوزی کمک‌های نظامی زیادی کردیم. و خب امروز موقعی که آقای سرکوزی اینو تکذیب میکنه و آقای
موسی کوسا رئیس سازمان امنیت سابق قذافی اینا رو تکذیب میکنه، به نظر من چندان نباید به تکذیب اینا اهمیت داد، برای که در واقع رابطه قذافی با سرکوزی بسیار خوب بود، تا جایی که حتی مرسدس ضد تانک ضد گلوله هم که در واقع قذافی سوار میشد هدیه سرکوزی بود. یعنی تا این حد رابطه اینا نزدیک بود و به نظر من باید به این مطلب اشاره بکنیم که حتی آقای موسی کوسا رابطه خودش رو با سازمان سیای آمریکا هم تکذیب میکنه، در صورتی که اسناد وجود داره که موسی کوسا بهترین رابطه را از سال 2004 با آمریکا و سازمان امنیت آمریکا سیای داشته. و موقعی که شما بین رهبران بدون اطلاع قذافی یا با اطلاع قذافی، ولی اون تکذیب میکنه، ولی واقعیت این اسنادی وجود داره که تایید میکنه که آقای موسی کوسا رئیس سازمان امنیت در واقع بهترین رابطه رو با سازمان امنیت سیای آمریکا داشته و سازمان امنیت سیای آمریکا در ترابلس پایتخت لیبی حتی دفتر داشته. یعنی در واقع اون امروز خیلی جدی تکذیب میکنه، ولی به نظر من این تکذیب ها درست نیست. واقعیت اینه که رابطه بسیار نزدیک بوده. موقعی که شما رهبران کشورهای مختلف اروپایی رو ببینین، آقای فرجی خیلی ها در این مورد صحبت نمیکنه، مثلا تونی بلر رابطه بسیار نزدیکی با قذافی داشت، با هواپیمای خصوصی قذافی به لیبی سفر میکرد، با چمدونهای خالی میرفت، با چمدونهای پر میآمد. رابطه خانم رایس با قذافی بسیار نزدیک بود. خانم رایس وزیر امور خارجه آقای بوش بود. و موقعی که به سفر لیبی رفت، به ترابلس به سراغ قذافی رفت، قذافی در یک ملاقات 214,000 دلار جواهرات به خانم رایس هدیه میده. و آقای تونی بلر یک بار دیگه مطرح بکنیم که امروز در واقع مشاور نظربایوف در قزاقستان و 9 میلیون دلار ماهانه سالانه پول میگیره، یعنی در واقع در کنار دیکتاتور معروف. یعنی رهبران اروپا و آقای سرکوزی هم مستثنا نیست، بهترین رابطه رو با دیکتاتورها داشتن و امروز ادعا میکنن که این اخبار قلابیه و تکذیب میکنن. شما که میدونید که ما در مورد آقای فیشر وزیر خارجه آلمان نمونه داشتیم. آقای فیشر که شما میدونید از انقلابیون بسیار معروف آلمان و پلیس درگیر شده بود اینا، موقعی که وزیر خارجه شد از طرف سبز ها اومدن با سوسیال دموکرات ها ائتلاف کردن، همین آقای فیشر یهو 360 درجه عوض شد. یعنی آقای فیشر تبدیل شد به یه آدمی که تا ایرانی ها میرفتن باش ملاقات میکردن که آقا این جمهوری اسلامی این کار رو میکنه، این کار بهترین روابط میدیم با آقای حسن روحانی داشت، میرفت ایران میومد. اصلا از ایران به عنوان جزیره ثبات آقای فیشر ثبات میکرد. ببین همون آقای فیشر که خودشو مخالف سرمایه داری میدونست، امروز یکی از بزرگترین در واقع تجار یا کسانی است که در شرکت های بزرگ آلمانی در واقع کار میکنه و میلیون ها در سال پول میگیره. آقای شرودر نخست وزیر سابق آلمان، صدر اعظم آلمان، امروز در کنار پوتین قرار داره، قبلا هم در کنار پوتین بود و یکی از رؤسای گازپروم روسیه است و میلیون ها پول سالانه میگیره. متاسفانه رهبران، و یک بار دیگه بریم سراغ سرکوزی، به نظر من این سند واقعیت داره و رئیس آژانس مدیاپارت میگه که ما مطمئنیم به گزارشی که دادیم، گزارش ما درسته، آقای سرکوزی میتونه از ما شکایت بکنه ولی گزارش ما درسته. ولی جالب تر از اینه که فردا روز اول ماه مه، روز کارگری، یعنی الان امروز، و آقای سرکوزی سعی کرده خودشو به عنوان سخنران تظاهرات بزرگ کارگری در فرانسه در واقع معرفی بکنه و فردا سخنرانی بکنه. شما میدونید این رهبر جنرال راست فرانسه، رهبر ضد، یک سیاست ضد کارگری عجیبی داشت و امروز میخواد بر علیه سندیکاها و احزاب لیبرال و چپ در واقع سخنران جنبش کارگری در فرانسه باشه و به خاطر این کارو میکنه که بتونه در واقع یه بار دیگه 4.5 میلیون بیکاره فرانسه رو فریب بده، در انتخابات از رأی اون استفاده بکنه. و جالبتر اینه که فردا خانم ماری لوپن، یعنی در واقع جبهه ملی دست راستی و فاشیستای فرانسه، هم در پاریس در مقابل موزه لوور یه تظاهرات عظیمی دارن. در اونجا هم آقای سرکوزی میخواد در واقع سخنرانی بکنه، برای که احتیاج به آرای جبهه ملی داره، احتیاج به آرای خانم لوپن داره برای انتخاب شدن در واقع به عنوان ریاست جمهوری در 6 ماه مای. دوست دانش آخه اون برای قضیه اون آقای هلند هم چیز برنامه فوق العاده نداره. میدونی بدبختی اینی که اونام تا زمانی که نیومدن در قدرت از اون بسیار نیروهای چپ هی از این تظاهرات میکنن میگن ما این کارو میکنیم ولی میان تو قدرت که میشینن
یادتونه که زمانی که چپا تو فرانسه قدرت رو گرفتن در دستشون، آقای میتران، بله قاتل دکتر بختیار رو آزاد کرد، یعنی اون کسی که میخواست به بختیار قاتلش انیس نقاش شد، اون انیس نقاش رو اینا آزاد کردن که بعدن یک گروه تروریست دیگه اومد اینجا که دکتر بختیار رو کشتن. کاملا درسته. در زمان سوسیال دموکرات‌ها در اروپا اتفاقات افتاده که حتی نیروهای بسیار رادیکال راستی این کار رو نکردن، جرأتش نداشتن. یعنی در واقع شما میدونین در سال 1989 فکر میکنم در وین رهبران حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدن. بعد در اون زمان سوسیال دموکرات‌ها در قدرت بودن و قاتلین رو آزاد کردن و به ایران فرستادن. و اینو که شما آقای سهر رودی رو کسی سامران. که زد دکتر چیزو کشت، یعنی ترورش کرد، قاسم‌نور رو. سهر رودی از تو اتاق اومد بیرون، رفت سفارت، تیر خورده بود به پشت. سوار پلیس حتی او رو دستگیر کرده بود. به دستور دولت سوسیال دموکرات وین آزاد میشه و به ایران میره. و اینی که شما درباره در واقع آقای اولان میگین کاملا درسته و من حرف در شکی در این ندارم. بعد از انتخابات ایشون در واقع اون همون سیاست داخلی و خارجی آقای سرکوزی را ادامه خواهد داد. و موقعی که درباره اروپا صحبت میکنیم یه اشاره هم بکنیم برای اینکه شاید خیلی از بینندگان اروپا را نشناسند، به خصوص در ایران. ببینید در زمان آقای شرودر صدر اعظم آلمان، شخص سوسیال دموکرات، زمانی ایشون رئیس حزب جوانان سوسیال دموکرات بود که خودش مارکسیست میدونه، یکی از چپای معروف، بود. ولی موقعی که به قدرت رسید وزیر داخله اون آقای شیلی، بله، که خودش اوتوشیلی که در واقع وکیل مارکسیست های رادیکال بود که در آلمان ترور میکردن، وکیل رازی مازیار یه مدتی سوسیال دموکرات بود، بعد سبزا شد، بعد دوباره اومد سوسیال دموکرات. جالبه این موقعی که وزیر داخله شد سیاست داخلیش به مراتب ارتجایی تر و راستی تر از هر دولت راستی در آلمان بود و از هر وزیر داخلی راستی در آلمان بود. یادمه واقعا قوانینی که گذرون چقدر سخت بود. و اتفاقا این دموکرات مسیحی‌ها به این موضوع اشاره میکردن که آقا شما که از ما ایراد میگرفتی خودت که بدتر کردی. کاملا درست. دکتر دانش، این مسئله امارات متحده که این F22 ها مستقر شده توش، یعنی F22 درست، بله F22 درست، بله. این F22 ها که مستقر کردن اینا توی امارات، واقعا امارات اینقدر خلبان داره که بتونه این F22 ها رو رهبری بکنه، اینا برای چیه؟ برای این جریان ابو موسی؟ ببینید در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم. F22 ها مجهزترین هواپیمایی هستن که وجود دارن، جنگنده های بسیار مجهزی هستند که سرعت بسیار زیادی دارن و گروج از راه دارن. ولی این F-22 ها رو خود خلبانان آمریکایی در واقع در اونجا با اینا پرواز میکنن، احتیاج به خلبانان نیرو هوایی امارات ندارن. ولی اون چیزی که بسیار مهمه در واقع این یک هشدار آمریکا به جمهوری اسلامی است در رابطه با برنامه اتمی است، که اگه برنامه اتمی ایران با شکست روبرو بشه، در کنار شما در واقع مدرن‌ترین نیروی هوایی آمریکا در اونجا وجود داره. و میدونین که به امارات آمریکا تا به حال سلاح‌های زیادی فروختن در عربستان، به امارات، به قطر 125 میلیارد دلار سلاح فروخته شده و در همین اواخر 5000 بمب بونکر شکن به امارات فروخته شده، گرچه اونها در واقع هواپیمایی ندارن، جنگنده‌ای ندارن که بتونن اونها حمله کنن. ولی به اسرائیل داده امریکا. نه، 5 به اسرائیل هم داده، ولی 5000 بمب‌های 1000 کیلویی بونکر شکن به امارات فروخته شده. ولی مسئله مهم اینه که چند روز پیش آقای خلفان، رئیس پلیس سرلشکر خلفان، رئیس پلیس دبی، چنین میگه که قدرت هوایی ما به قدر شدیده که ایران در هم می‌کوبه. و خلفان چنین میگه، میگه در جنگ عرب ها با اسرائیل، در واقع اسرائیل با داشتن یک نیروهای هوایی بسیار قدرتمند بود که همیشه عرب ها را شکست میداد و اکنون امارات در این موقعیته. اینا دارن یعنی خودشون با اسرائیل مقایسه میکنن. امارات در این چنین موقعیته. البته باید به این مسئله اشاره کنم، مورد حمایت آمریکان، در واقع آمریکا در رابطه با سیاست امارات در رابطه با ابو موسی از اونها پشتیبانی کرده و امروز جنگنده های 22 F22 در اونجا مستقر هستند و حتی در واقع ارتش مزدوران که پرنس رئیس بلک واتر در اونجا به وجود آورده بسیار مجهزه. به نظر من با شکست، اگه مذاکرات بغداد شکست بخوره
و این خطر وجود داره. 23 ماه مه و این خطر وجود داره شکست بخوره. در واقع این خطر وجود داره که برخوردی در منطقه به وجود بیاد و اولین کاری که انجام میشه ابو موسا رو اشغال خواهند کرد. هم هواپیمای مجهز در اونجا وجود داره، هواپیمای بسیار قدرتمند، هم نیروی یک ارتش مجهز مزدور در ابو ظبی وجود داره، چندین هزار نفر که میتونن در واقع ابو موسا رو چی بکنن، اشغال بکنن. ولی اون چیزی که به نظر من جالبه و باید بهش صحبت بشه اینه که ایران تمام شرایط آمریکا رو پذیرفته در رابطه با مسائل اتمی و حتی قبول کرده که معاهده الحاقی رو اونم بپذیره، قرارداد الحاقی رو. قرارداد الحاقی به این ترتیبه که در واقع آژانس بین‌المللی آژانس بین‌المللی هر موقعی بخواد بتونه وارد ایران بشه و کنترل بکنه تاسیسات اتمی ایران رو بدون اینکه خبر بده به ایران، و ایران اینو پذیرفته. در مقابل ایران میخواد که تحریما فوراً قطع بشه. خب اینا قبول نکرد. در واقع تحریما شکننده است و خطر شورش ها وجود داره، یعنی خطر مبارزات اجتماعی دولت ایران و جمهوری اسلامی مجبور کرده که تن به این در واقع شرایط آمریکا بده. و خب مسئله اینه که این خطر وجود داره که مذاکرات بغداد با شکست رو بشه، به خاطری که آمریکا اینا نپذیرفته، قطع تحریمات رو موکول کردن به سال آینده. و موقعی که ما درباره تجربه عراق صحبت میکنیم، میدونی آمریکا در واقع عراق در سال 2003 اشغال کرد ولی تازه 2007 تحریما رو قطع کرد. درست. یا درباره تحریما در لیبی بخوایم صحبت بکنیم، در سال 2003 قذافی تمام تاسیسات اتمی خودش رو به آمریکا تحویل داد 2003. تازه در سالهای 2005 و 2006 تحریما بر علیه قذافی و لیبی در واقع قطع شدن، با اینکه لیبی در حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار در واقع به خاطر زدن هواپیمای لوکربیر به آمریکایی‌ها پرداخت. یعنی 2-3 سال طول کشید. پس بنابراین باید به ایران گفت که تحریما از بین نخواهد رفت و این خطر وجود داره که در واقع در کنفرانس بغداد ایران تمام شرایط رو بپذیره ولی بخواد که فوراً تحریم قطع بشه و غرب اینا نمیپذیره و این خطر وجود داره این مذاکرات با شکست روبرو بشه و تمام این سفارایی نظامی به خاطر اینه که در واقع ایران هوشیار باشه در کنارش، در بغلش، در 300 کیلومتری سواحل ایران، در واقع در پایگاه الزفره امارات یک چنین نیروی هوایی عظیم آمریکا مستقر شده. دکتر دانشاخی یه مسئله است. ببینید جمهوری اسلامی الان در برابر غرب و آمریکا عقب نشسته، برای اینکه اینا به قول خودشون اینا تحریما رو بردارن فوراً. گفته خب من از خیلی حرفایی که در مورد مسائل اتمی زدم طبق معمول دیگه دست برمی‌دارم. خب اگر قرار بشه که این شعارهای ضد آمریکایی و ضد غربی رو بذاره کنار، در برابر اینا هم به همه قرارهای اینا تن بده، اینا به اصطلاح تحریما رو هم برندارن، جمهوری اسلامی هم در اینجا شکست خورده، هم در سیاست خارجیشون تمام این کسانی که در به اصطلاح کشورهای اسلامی و عربی خیال میکردن که جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاده، این شعارهای پوسیده هم که میداد اینا رو بذاره کنار، بنابراین هم در داخل آبرو و حیثیتش نداشتش بیشتر رفته، هم در جهان یه دقیقه بیشتر فرصت نداره، نه آبرو حیثیتش رفته بلکه با خطر فروپاشی روبروست. ببینید جمهوری اسلامی در واقع با خطر شورش مردمی روبروست. وضع اقتصادی بسیار شکننده است و کشتی اقتصاد نظام به زمین نشسته و جمهوری اسلامی مجبوره موقعی که شرایط آمریکا و اروپا رو میپذیره، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1 رو میپذیره، در مقابلش در واقع تحریما از بین ببره و خطر شورش ها از بین بره. موقعی که این تحریما از بین نره، جمهوری اسلامی در هر صورت در خطر قرار گرفته و این خطر وجود داره در واقع که کنفرانس بغداد هم با شکست روبرو بشه و خطرات نظامی بعدی به وجود بیاد. دنباله این بحث رو دکتر دانشجو چهارشنبه ادامه خواهیم داد. خیلی سپاسگزارم از شما. مرسی آقای فرجی. از این بحث جالبی که پیش اومد. خب همینان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان میرسه. سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.